زباله، چیزهایی که اصلا دوست نداریم در اطراف ما وجود داشته باشن. اگرچه در دنیای کنونی زباله ها بازیافت میشن و دوباره به شکلی به چرخه زندگی انسان ها باز میگردن، اما موضوع ویدیوی ما اشیایی هستند که به طریقی در میان زباله ها جای گرفته و بعضی از اونها توسط افرادی پیدا شدن، اشیایی که بعضن بسیار با ارزش بودن. در این ویدیو بعضی از این اشیای گرانبهای یافت شده در میان زباله ها رو برای شما برگزیده ایم. شمشیر سامورایی. شخصی که در میان زباله ها می گشت جعبه باریک و بلند و سالم پیدا کرد. وقتی اون رو باز کرد از تعجب خشکش زد. یک عدد شمشیر سامورایی و لوازم تمیزکاری اون و حتی سند اون شمشیر به زبان ژاپنی در اون جعبه موجود بود. شمشیر و دیگر لوازم موجود در جعبه بسیار تمیز بودند و نشون میداد که به خوبی نگهداری شدند. لپتاپ پر از مدارک. فابریس تور، معاون مؤسسه سرمایه‌گذاری گلدمن ساکس، متهم به کلاهبرداری شده بود، اما برای اثبات اتهامات اون مدارک کافی در دست نبود. پلیس به دنبال جمع‌آوری مدارکی بود که بتونه اتهامات اون رو به اثبات برسونه، تا اینکه یک شخص در سطل زباله یه لپتاپ مارک سونی پیدا میکنه که علامت قلب قرمز هم داشت. خانم نانسی کوهن که اکنون صاحب این لپتاپ میگه دوستش اون رو در سطل زباله پیدا کرده. بعد مشخص شد که این لپتاپ قدیمی متعلق به فابریس تور بوده و در اختیار پلیس قرار گرفت. لپتاپ حاوی مدارک مهمی برای اثبات اتهامات فابریس تور بود. یک ورق با ارزش. شخصی از بازار پنسیلوانیا یک تابلو با قاب کهنه رو به قیمت 4 دلار خریداری کرد. اون شخص که از قاب اون خوشش اومده بود و فقط به خاطر قاب اون تابلو رو خریداری کرده بود، پس از رسیدن به خونش کاغذ داخل قاب رو در آورد تا اون رو دور بندازه. اما در پشت اون کاغذ تکه کاغذ دیگری بود که با دیدن اون بسیار هیجان زده شد. اون ورق یکی از 24 نسخه اصلی اعلامیه استقلال آمریکا بود. این اعلامیه در یک مزایده به قیمت 2 میلیون و 420 هزار دلار به فروش رسید. تابلوی نقاشی با ارزش. خانمی به نام الیزابت گیبسون در نیویورک طی یک پیاده‌روی صبحگاهی در میان آشغال‌های تابلوی نقاشی دید. اون رو برداشته و بر دیوار خانه‌اش آویزان کرد. الیزابت به توصیه یکی از دوستاش که گفته بود شاید تابلوی با ارزشی باشه دست به کار شد. تابلو بسیار با ارزش بود. این تابلو اثر روفینو تامایو، نقاش مکزیکی بود که در سال 1970 کشیده شده بود. این تابلو در مزایده سال 1977 خریداری شده و به انباری در هیوستون منتقل شده و از آنجا نیز به سرقت رفته بود. حال پس از گذشت سالها خانم الیزابت پس از فهمیدن ارزش اون صاحب تابلو رو یافته و به او تحویل داد. صاحب تابلو برای یابنده این تابلو 15,000 دلار جایزه در نظر گرفته بود که به خانم الیزابت داده شد. تابلو در مزایده خانه ساتبیز به قیمت 1,490,000 دلار به فروش رفت. مدال طلای المپیک. جو جکوبی، قایقران آمریکایی، در مسابقات المپیک بارسلونا سال 1992 یک مدال طلا برنده شده بود، اما در ماه ژوئن سال 2016 موقعی که به اتفاق خانواده‌اش در یک رستوران مشغول غذا خوردن بود، کوله پشتی اون که در اتومبیلش بود به سرقت رفت. مدال طلا هم درون اون کوله پشتی بود. 2 ماه بعد در شهر آتلانتا دختر 7 ساله‌ای به نام کلو اسمیت که به همراه پدرش در حال عبور از خیابان بود، توجهش به چیزی جلب شد که در میان زباله ها برق می زد. پدرش اون رو از میان زباله ها در آورد. مدال المپیک بود. پدر کلو از طریق شبکه اجتماعی با جاکوبی که از طریق حساب خود در شبکه‌های اجتماعی
دزدیده شدن مدال خود را اعلام کرده بود تماس گرفت و مدال رو به اون تحویل داد. از قرار معلوم دوست ها اشیای قیمتی داخل کوله پشتی رو برداشته و چون فهمیده بودن که نمیتونن مدال رو به فروش برسونن اون رو در میان زباله ها انداخته بودن. مدال برای جاکوبی دارای ارزش معنوی بسیاری بود چون تنها مدالی بود که در عمر ورزشی خودش کسب کرده بود. ویولون چند میلیون دلاری. در سال 2004 یک دزد به خانه یکی از موزیسین‌های ارکستر لس آنجلس وارد شد. در خانه اشیاء قیمتی وجود نداشته و دزد فقط یک ویولون رو با خودش برده بود. ویولون ویژه مارک استرادیواریوس بوده، اما آن دزد که از ارزش آن بیخبر بوده اون رو در سطل زباله انداخته بود. از این سری ویولون فقط چند عدد در دنیا موجود می باشد. ارزش همان ویولون 3.5 میلیون دلار اعلام شد. انگشتر 400,000 دلاری. شخصی آمریکایی به نام برنیه اسکویتیری حلقه ازدواج همسرش رو به طور اشتباهی به سطل زباله انداخت. همسر برنیه موقع شستن دستاش حلقش رو در آورده و اون رو لای یک قطعه دستمال کاغذی پیچیده و روی میز نهارخوری گذاشته بود. برنیه 54 ساله هم بدون اینکه متوجه بشه به خیال اینکه آشغال اون رو به همراه دیگر زباله ها به سطل زباله انداخت. برنیه موقعی متوجه اشتباه خود شد که دیگر دیر شده بود. ماموران شهرداری سطل زباله رو خالی کرده و برده بودند. برنیه با مسئولان شهرداری صحبت کرده و جریان حلقه رو به اطلاع اونها رسوند و درخواست کمک کرد. ماموران نظافت شهرداری وارد عمل شدند و پس از جستجوی دقیق محل دفن زباله ها حلقه 400 هزار دلاری مورد نظر رو پیدا کرده و تحویل برنیه دادند. کامپیوتر اپل. یک خانم آمریکایی پس از فوت همسرش بسیاری از اشیاء متعلق به اون رو غیر ضروری دانسته و به سطل زباله انداخت. در میان آن اشیاء کامپیوتر اپل هم بود که از اولین سری کامپیوترهای تولید شده توسط استیو جابز، استیو وزنیاک و رون واین بود که فقط به تعداد 200 عدد تولید شده بود. در بخش بازیابی زباله ها مأمور بازیابی متوجه ارزش اون کامپیوتر شد و به قیمت 200,000 دلار فروخته شد. نیمی از آن پول به همان خانومی که آن را دور انداخته بود داده شد. اینها فقط چند مورد از اشیاء با ارزشی بودند که در میان زباله ها پیدا شدند. برای شما چطور؟ آیا برای شما همچنین مواردی پیش اومده؟ کامیاب باشید.